دوستان گرامی، درودهای فراوان بر شما. امروز میخوام راجع به یه مسئله که من فکر میکنم بسیار کلیدی و مهمه صحبت بکنم. حضورتون عرض کنم که نمیخوام راجع به این که ریپابلیکن چی میگه، دموکرات چی میگه، یا بیان بگیم که سیاه ها چی میگن، سفید ها چی میگن، چرا علیه هم هستن، با این چیزا ما رو منحرف کنن از مسائل اصلی. الان در حال حاضر این آشوب هایی که در آمریکا هستش، اینا جنگ طبقاتیه، کلاس استراگل، نه اینکه سیاه و سفید. برای اینکه مسئله اصلی رو ما فراموش کنیم، ما رو به جون هم انداختن به این صورت که مسئله اصلی، مردم جونشون به لبشون رسیده، از بی‌عدالتی اجتماعی سرمایه های دنیا رفته دست چند نفر و بقیه مردم دنیا دارن در فقر و مذلت و بدبختی زندگی میکنند. میخوام راجع به این صحبت بکنم که میگفتن که امپراتوری انگلیس سقوط کرده و آمریکا قدرت جهانیه. میخوام بگم که این آمریکا همون امپراتوری انگلیس با یک گودتا توسط جورج واشنگتن، تمام کلونیال لیزر هایی که در این مملکت بودند، کسانی که تمام اروپایی هایی که اینجا کلونی داشتند، فرانسوی ها داشتند، آلمانی ها داشتند، داچ هلندی ها داشتند، همین پرتغالی ها، نمیدونم، همه اینا اینجا کلونی داشتند، برای اینکه تمام اینا رو پاکسازی کنن بریزن بیرون، جورج واشنگتن به اصطلاح اومده انقلاب کرده علیه دولت انگلیس، انگلیس مقتدر اون موقع، و انگلیس هم عقب نشینی کرده. آیا این یه گودتا نبوده؟ حالا اینو قبول ندارید، یکی دیگه برای شما میگم. یکی دیگهش این که چرا زبون اینا انگلیسیه؟ مگه اسپانیایی ها نیومدن با کریستوف کولوم اومدن قاره آمریکا رو کشف کردن؟ مگه بیشتر کشورهای آمریکایی زبونشون زبون اسپانیایی نیست؟ چرا فقط اینجا و کانادا زبونشون انگلیسیه؟ کانادایی که همین الانش هم مشترک المنافع با امپراتوری انگلیس، باید بگم امپراتوری خبیث. عکس منحوس ملکه انگلیس روی پولهاشونه در کانادا. حالا برای اینکه اینا همونطور که در مسئله طبقاتی میان سیاه و سفید رو مطرح میکنن برای ما، اینجا اومدن برای ما اینو مطرح کردن که اینجا آمریکا دموکراسیه، نگفتن اینجا کلونیه، نیومدن یه نفر از انگلیسی ها رو بیارن بذارن اینجا. اصلا خود انگلیسی ها، کسانی که فاندینگ فادرز، یعنی پدران بنیانگذار اینجا، فاندینگ فادرز، اینا همشون وایت انگل ساکسون بودن، همشون سفید پوست، بردهدار، زمیندار، آدمخوار، هرچی که بخوای بگی بودن، اینا بودن که نشستن کانستیتوشن اینجا رو نوشتن، یعنی قانون اساسی اینجا رو یه همچین موجوداتی نوشتن. اینم قبول ندارین؟ بیارم یکی دیگه براتون. خیلی خوب، میایم سر روش، طرز کار.
کارآمدشون. ببینیم انگلیس و آمریکا آیا کوچکترین فرقی شما میتونید ببینید. انگلیس چی کار میکرد؟ میرفت کشورهای دیگر رو غارت میکرد، چپاول میکرد، یه نفر از خود انگلیس سر فلان فلان رو میبرد میذاشت اونجا به اصطلاح فرماندار اونجا یا هرچی که اون کشور کلونی شده رو بگردونه براش. بعدها که یواش یواش مردم شورش میکردن، اینا میرفتن از همون جاها یه پاپت میگرفتن میذاشتن، یه آدم وطن فروش همون منطقه رو میگرفتن میذاشتن. کما اینکه همین الانم هم برای اینکه این حرفم ثابت بشه، بیشتر جزایری که الان هستن که تمامشون به اصطلاح استقلال گرفتن و زبون انگلیسی صحبت میکنن، تمامشون توسط انگلیس گردونده میشن، تمامشون زیر سلطه انگلیس هستن. حالا این انگلیس در کجا سکنا میکنه؟ مرکز اصلیش کجاست؟ مرکز اصلیش الان اومده در آمریکا. آمریکا یک کشور سرزمین بزرگی بود، دیدن یه سری ریختن اینجا، هر کسی داره میبره برای خودش. مگه میشه برای امپراتوری انگلیس؟ اصلا این غیر قابل تصوره، هر کی بیاد یه تیکشو بخواد ببره کلونی کنه. کودتا کردن توسط آقای واشنگتن، چهار تا پاپتی و اینا دنبال واشنگتن اومدن، مردمو چیز کردن، خیال کردن که واقعا دارن انقلاب میکنن. ما نمونه هاشو امروز داریم میبینیم، انقلاب های مخملی که میسازن، تمام این انقلاب هایی که میسازن، شورش هایی که راه میندازن. پس بنابراین طرز عملش رو اگه نگاه کنیم میبینیم الان من این حرفایی که دارم میزنم حرفایی نیست که مال 500 سال پیش باشه. تاریخ 500 سال پیش رو بریم ببینیم، 300 سال پیش، 200 سال پیش، بابا تمام تصاویرش هست، فوتجاش هست که این انگلیس چه کارایی کرده، چطور در ایران خود ما نصف جمعیت ایران رو همین اخیراً، تمام از تصاویرش هست، فیلماش هست که مردم رو با قحطی گذاشتن که مردم قضاشون رو ازشون حذف کردن. ایران خودکفا بود، خودکفایی رو ازش گرفتن، به وضعی انداختن که با گرسنگی و بیماری 9 میلیون جمعیت ایران که 18 میلیون بود، نصف جمعیت مملکت ایران رو از بین بردن. در هندوستان همین کار کردن، راه دور نمیری، میگم فوتجاش هست، تصاویرش هست، تصاویر زندهش. در چین کردن، هست تصاویر زندهش، و سایر نقاط آفریقا که دیگه اصلا مرکز همه این کارهای این کسافتکاری ها اینا بوده. خب بعد از اون که این کار کرده، این همونو که کرده، کدوم کشور؟ خودتون میدونید دیگه، همه کسی که این کارا رو کرده کی بوده که رفته به تمام کشورها تجاوز کرده، از زمانی که تأسیس شده اینجا، از زمانی که همون موجوداتی که گفتم همشون وایت انگل ساکسون بودن، نشستن خودشون قانون اساسیشو نوشتن که هیچ کدوم از اون قانون اساسی رو به چیزی که خودشون نوشتن هم هیچ وقت پایبند نبودن، با هیچ قراردادی پایبند نبودن. برن اون کسایی که میخوان با آمریکا بشینن قرارداد ببندن، یه خورده سطح معلوماتشون رو بالا بیارن، یا اینکه خودشون رو به اونور نزنن. مطمئنم سطح معلوماتشون هست به اون اندازه که اینا رو بتونن درک کنن. باری به هر جهت خواستم فقط اینها رو بگم، یه مقداری برای اینکه خنک باشم، زیاد ناراحت نباشم که این مسائل ناراحت کننده رو میگم، تو قطب شمال نشستم، پنگوان هم دور برم هستن. البته این قطب شمال نیست، این تصویریه که من سالها پیش برنامه های تلویزیونی داشتم که برای بچه ها یاد میدادم، برای اتاق بچه ها که دیوارشو چجوری براشون رنگ بکنن که بچه ها یه با هنر بار بیان، دیوارشون قشنگ باشه، چون اغلب
خانواده ثروتمندا اینا اتاق بچه هاشون رو بسیار زیبا میدن، آدم نقاش های پروفشنال رو اینا نقاشی میکنن، کارهای جالبی میکنن که بچه تو اتاقی که هستش ازش لذت ببره. من اینو درست کردم و گفتم برای اون بچه هایی که واقعا پدر مادرشون نمیتونه یه نفر پروفشنال رو بیاره، پولش نداره، قدم به قدم بهشون یاد میدادم که چجوری میتونید خودتون این کار رو تو خونه بکنید، برای بچه هاتون اتاقش رو رنگ بکنید. چرا؟ برای اینکه بچه‌ای که با هنر بار بیاد، از بچگی اطرافش زیبا باشه، هنرمندانه باشه، این بچه خیلی بعیده که به سربازی کشیده بشه، بگن اون دشمنته. یه نفر رو نشون بدن، یه دشمن بسازن بذارن اونجا، یه لولو سرخرمن، بگن حالا برین سراغش، اونو بزن بکش، بندازن بچه های فقیرهای دنیا رو بندازن به جون هم. بچه های خودشون که نمیرن که، جنگایی که میندازن. در هیچ کشوری شما نمیبینی طبقات بالای به اصطلاح رولینگ کلاس، کسانی که جامعه رو میگردونن، اینا بیان بچه های خودشون رو بفرستن. شاد و سربلند باشید، جاوید و تندرست.